درود ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران. خیلی ممنون که امروز با ما همراه هستید. ببینم در سایت توییچ همه چی اوکی هست و فهمیدم چرا جمعیت اینا. امیدوارم که سر مسئله قرنطینه زیاد رو اعصابتون نره، این روزها رو بگذرونید که به یاری اهورامزا روزهای خوبی در آینده پیش رومون باشه. امیر نوری یک کلیپی داده، خب همتون میدونید سر صدا شد. من لازم دونستم از یک زاویه دیگه‌ای به این بپردازم، نمیخوام زیاد بهش حمله کنم. اومده بود یک بخش از سخنان آقای خامنه‌ای رو به نقد کشیده بود و البته به تمسخر کشیده بود با سطح بسیار پایین مطالعاتی که می‌خوایم در اینجا ثابت کنیم. و آقای خامنه‌ای خب به درستی واقعا برخی از سخنان آقای خامنه‌ای مثل موشک بالستیک نقطه زنه. من نقد دارم به آقای خامنه‌ای، تو بخش بعدی می‌خوام صحبت کنم. و یکی از مهمترین نقدام اینه که آقای خامنه‌ای مثلا این سفره هفت سین رو نمیچینه و این هیچ توجیهی نداره. یعنی هیچ کدوم از نیروهای حامی آقای خامنه‌ای واقعا نمیتونن اینو توجیه کنن و این خب یک اشتباه خیلی بدیه. ببین دشمن داره دشمنی خودشون میکنه، حالا تو بخش بعدی میخوام بازش کنم. دشمن داره دشمنی خودشون میکنه، پروپاگاندا میکنه، مغز سلبریتی ها و مردم عادی ما داره شستشون میکنه. دشمن که جایگاش دشمنی است، اما ما باید حواسمون جمع باشه که ما هم گاف ندیم، ما هم تا اونجایی که میتونیم کار درست رو انجام بدیم با توجه به این دشمنی که داریم. و شما وقتی به عنوان رهبر مملکت میای هفت سین نمیچینی، خب توده مردم رو داری باشون جدا میشه. در این حال هم آقای ترامپ داره میاد هفت سین میچینه. حالا عکسش رو تو بخش بعدی برنامه میخوام نشون بدم، در مورد یک سخنی دارم، یک شدیدن یک بخشی از نیروهای فناتیک مذهبی به من حمله میکنن، بیا مناظره کن، یه دوگانه مذهبی ملی دوباره ایجاد کنن و اونجا صحبت خواهم کرد. ولی آقای خامنه‌ای در یک سری حوزه‌ها واقعا مثل موشک بالستیک نقطه زنه و یکی از جایی که از آقای خامنه‌ای باید 100% دفاع کرد اینجاست که ایشون در مسائل حوزه اقتصادی سخنانی که داره میگه. من امروز در یک برنامه خب در پاسخ به آقای زیبا کلام عصبی شدم، با صدای بلندم اینو گفتم که البته الان باید تلاش کنه زیاد صداشم بلند نبره، چون صدای بلند بار منطق آدمو قرار نیستش که اضافه کنه، منتها اون فشار روحی روانی که آدم بعد وقت رو وقاحت این جماعت میبینه. آقای خامنه‌ای حداقل حرف درست رو در حوزه اقتصادی داره میزنه، در حالی که کسانی که خودشونو ادعا میکنن آلترناتیو نظام جمهوری اسلامی هستن یا آقای خامنه‌ای، حتی در مرحله حرف درست حاضر نمیشن از استقلال اقتصادی ایران صحبت کنن و در حوزه اقتصادی میخوان تمام آمال و آرزوشون اینه ایران رو وابسته به کشورهای غربی کنن و برندهای کشورهای اروپایی و آمریکا وارد ایران بشن، که عموما این برندها برندهای اسرائیلی هست، صهیونیسم جهانی هست، اشل بگیر تا استارباکس بگیر تا برگر کینگ بگیر، تازه این چیزایی که خب من میشناسم. حالا شرکت‌های بخوایم جدی‌تر اینها رو بخوایم نگاه کنیم، چیزایی که من در روز خب آدم تو خیابون میبینه و اینا دارم، فروشگاه زنجیره‌ای که جلو چشمونه، اما شرکت‌های دیگرشون که خب بزرگتر اینا که و تخصصی‌تر میشه تو بحث اقتصادی رو که حالا من نمیشناسم، اونا بررسی کنیم. مطمئنا صهیونیسم جهانی هستن، چون اقتصاد نوین پس از جنگ جهانی دوم و در قالب گفتمان دهکده جهانی اصلا یک بحث کاملا صهیونیستی است. بنابراین آقای خامنه‌ای در حوزه اقتصاد یکی از دقیق ترین صحبت‌ها رو داره مطرح میکنه و در این حوزه اصلا شمشیر زد برای آقای خامنه‌ای، به خصوص در این بحث جهش تولید و اینا. بعد اگر تازه آقای خامنه‌ای در حوزه اقتصاد، تو بگم من آدم اقتصاددانی نیستم، در حوزه اقتصادی هم خیلی آدم ضعیفی هم، خانومم خیلی کمکم میکنه، چون خانومم یک واقعا مغز متفکر اقتصادی داره و واقعا زندگی ما رو با مغز خودش تونست از این رو به اون رو کنه و یکی از دلایل موفقیت من پشت سرم سر همین برنامه‌های اقتصادی است که خانمم چید و تونستیم خودمون رو مستقل کنیم و این استقلالی که امروز من دارم باعث درازی زبانم هستش که نه باج میدم به نیروهای برانداز ایران ستیز، نه باج میدم به نیروهای فناتیک مذهبی، راه خودمو میرم و آزادانه حرفمو میزنم. خب اگرم کسی قرار نقدی بکنه به آقای خامنه‌ای، مطمئنن یک سلبریتی دست چندمی چون امیر نوری نیست که بخواد بیاد با یک لودگی، اما اینا لودن هنرمند نیستن، اینا یک تعداد قابل توجه لوده سینمایی هن. شما مثلا امیر نوری واقعا هنری داره؟ نه، لوده سینمایی است. اما مقصر ایشون نیست. اولا ما ویدیو رو ببینیم که ایشون چی گفته و بگم چرا مقصر امیر نوری نیست. این ویدیو رو ببینیم اولا چه ویدیویی داده. اجازه بدید من صداشم باز کنم. کار میکنی؟ دارم جهش تولید میکنم، یعنی این یه دونه قورباغه است میزنی روش میجره، ببین با کاغذ دعا کن همینم تحریم نشه.
یه خمیرایی داره، اونم نیاد دیگه اینم نمیشه تولید کرد. بذار همین تولید کنم اگه یک نفع همیشه. خب این آقای حمید نوری، امیر نوری بود و چرا ایشون مقصر نیست؟ میخوام براتون بگم چرا مقصر نیست که حالا بذارید آماده کنم تا بهتون بگم. بله، امیر نوری یک سلیبریتی دست چندمه. ما متاسفانه کشورمون یک کشور سلیبریتی پرور و سلیبریتی پرور نه سلیبریتی سالاره، واجه پرور و سالاره من الان اشتباه گفتم، مراد من سالاره، سلیبریتی سالاره. و کافیست که یک نفر گوشه خیامون رد شه بگم مثلا یه صداش کنه ها علی پاشو، بگم مثلا یه جلوی دوربین نقشی بازی کن، بعد دیگه این آدم فاصله این که تا دیروز مثلا هیچ کی بهش محل نمیذاشه، حالا به فاصله این که همینجوری داشته رد میشده، حالا به هر دلیلی یه کارگردان ایشون آورده جلوی دوربین، از اون به بعد گرفته از این رو به رو میشه قضیه. و ما یک ملتی هستیم به شدت ضعف داریم رو آدمایی که جلوی دوربین هستن. نه این مسئله خیلی منو اذیت میکنه، به خصوص در حوزه حالا مطربی، البته حالا خوانندگی درستشه، مونتا انقدر من از دست این افرادی که رفتن عربستان و این ترانه ها رو خوندن واقعا به خشم اومدم که دیگه نمیتونم به اینا خواننده بگم، واژه مطرب اومده تو دهنم. ولی کلا خوانندگی یا مثلا هنر، مثلا هنرپیشگی، اینا مسائلیه که بسیار در فضای جامعه سالاری به وجود میاره و مردم به اینا احساس ضعف دارن متاسفانه و باعث میشه اینها خیلی جوگیر بشن. مثلا آقای امیر نوری در یک برنامه‌ای که در صدا و سیما دعوتش کردن به نام چلتیکه، خیلی جالبه، من این دو دقیقه رو میخوام این بخشش رو بزنم گوش کنید، در این دو دقیقه رسمن میگه چگونه هنرمند شده و به خاطر این که از مدرسه فرار کنه قبول کرده هنرپیشگی، اصلا علاقهی به هنرپیشگی هم نداشته. گوش کنید. خیلی تو زود واقعا وارد فضای حرفه‌ای کار شد. فوتبال بازی میکردیم، یه زمین چمن بود، بعد یه سری بچه تو فیلم بازی میکردن، من رفتم دیدم یه نفر به همه دستور میده، فهمیدم اصلی است. رفتم گفتم خسته نباشید چیکار میکنید؟ گفت فیلم میسازیم بازی میکنی. گفتم نه خوشم نمیاد، رفتم. همه چی شد؟ رفتم. بعد هر روز میرفتیم اونجا فوتبال بازی داشتم، میرفتم اونجا فوتبال بازی میکردم، یه دوشا فیلم بازی میکردن و گفت چیکار میکنی؟ گفتم فیلم بازی میکنی، تو هم بازی میکنی، بیا تو هم توی فیلم بازی کن. بعد گفته نه من خوشم نمیاد از سینما، رفته. حالا ببین چی میشه که هنرپیشه میشه. بازی کنیم، میگم یه سری بچه بازی میکنن و اینا، یکی داد میزنیم که فردا هفته صبح ماشین میاد دنبالتون. علیشم گفتم شما هفته صبح ماشین میاد میایید اینجا، نه صبح کار میتونید، صبحی میتونید باشید، نه بعد از ظهری، چون مثلا تا 4 بعد از ظهر اونجا بودن سر فیلم برداری بودن. مدرسه چی میشه؟ مدرسه چی کی میرید چه جوری میرید؟ گفتن که اجازهمونو گرفتن، ما یه 4 ماه نمیریم مدرسه. همونو دویدم دنبال اون آدمه، آقای فریدون حسن‌پور بود کارگردانه، رفتم از زیر مونیتورم بود، رفتم اون زیر گفتم یا تو من گفتی فیلم بازی می‌کنی؟ گفت آره. گفتم آره بازی می‌کنم، چیکار کنم؟ اتفاقا من می‌خواستم این برنامه خیلی این آدمو اذیتش کنم راستش، منتها وقتی این ویدیو رو دیدم صداقتش رو دیدم کلا تم برنامه من عوض شد. با اینکه من از این امیر نوری اون موقع که بازی می‌کردم، من هم سن و سال خودمه، میدیدمش اون موقع خیلی ازش متنفر بودم، یعنی اصلا به دلم نمیشست اینا، خیلی بدم میومد ازش. اون موقع تقریبا 15 سال پیش اینا، ولی به خود در سریال بدون شهر رو اینا بازی میکرد، اصلا خیلی چندشم میشد ازش. ولی بعد که اینجوری توهین کرد به آقای خامنه ای، من آماده بودم که بیام، نه که مثلا تعصبی داشته باشم رای خامنه، من تعصب دارم رو حرف درسته. تو من بخش برنامه بعدی من یک جایی نقد دارم با آقای خامنه ای، ولی وقتی که آقای خامنه ای یک تنه وایساده در حوزه اقتصادی داره حرف درست میزنه، من به خاطر مملکتم شمشیر میزنم، چون من یه دید ملی دارم. واقعا من یه ملیگرای کاملم تو این داستان، نگاه 100% ملی دارم و 1% نگاه مذهبی تو دیدگاه من پیدا نمیشه. خدا، پیامبر، امام زمان، سوشیانت، هر کسی بخواد به کشور من، منافع کشور من حمله کنه، من جلوش وایسادم، حتی اگه خدا باشه. بعد شوخ ببینید، میخوام بگم ته داستان ایرانگرایی دیگه، یعنی الان به من بگن آقا خدا میخواد یه کاری کنه به ضرر منافع ملی ایران بشه، میگم خدا بی خود کرده دیگه، ته داستانه. حالا بخواد بگو کفگوییه، بخواد هر چی بگو، و دفاع من از آقای خامنه ای از این دیدگاهه، تعصبی به آقای خامنه ای ندارم. برای من خامنه ای هم نبود، رضا پهلوی بود، حتی هر شخصیت دیگری بود که ازش متنفرم باشم، چون از رضا پهلوی واقعا خیلی بیزارم. حتی اگه رضا پهلوی میاد میگه آقا اقتصاد اینگونه باید باشه، جهش تولید بکنی، من پشت رضا پهلوی وای میسرم، یعنی من از حرف دفاع میکنم نه از شخص. و بچه ایشون به این حرف درست اومده بود تمسخر کرده بود،
من میخواستم امروز خیلی اذیت کنم این امیر نوری رو، منتها وقتی که این ویدیو رو خب اتاق فکری که ما داریم و با هم کار میکنیم اینا و الانم یه دو ساعت قبل از این برنامه من در اتفاقی که چون دو ساعت پیش اعلام شد که کوبا قراره به ایتالیا کمک کنه، ما در عرض نیم ساعت با تیم قوی خودم که اومدیم مشورت کردیم، سریع یه سری اسناد رو جمع آوری کردیم و فورا برنامه بسازیم، برنامه مهمیه که بخش بعدیه، منتها نه دو بخش بعدیه، منتها این ویدیو رو که من دیشب دیدم و میخواستم امروز بیام اصلا کلن تم منو عوض کرد. پس امیر نوری یه آدم ساده است که البته فرار مدرسه اینا، حالا ادامهشو باید گوش کنیم، و خیلی صادقانه هم داره میگه و این صادقانه گفتنش نشان میده که آدم پیچیده‌ای نیست و این سیستم آموزش ما در راستای بحث سلبریتیه که مشکل داره. این نگاه، یعنی این جو سلبریتی سالار مملکت ما که مشکل داره و این آدم بعد از یک داستانی که حالا مدرسه فرار کرده فلان شده هنرمند شده، به خودش اجازه میده تو بحثای کلان سیاسی ویدیو بده بیرون. یک بخشش مقصر خودشه، بخش قابل توجهش نه، مقصر نوع نگاه و اون سیستم حاکم بر کشورمونه که اینا رو ما باید درستش کنیم. حالا نگاه کنیم خوش شهرت بده اینا. اولی کار چی بود؟ دوستان خوب. دوستان خوب چند سالگی؟ 7-8 سالم بود. امیر پشیمون نیستی؟ از چی؟ از اینکه این مسیر رو انتخاب کردی و خلاصه انقدر خوشحالم. خیلی الان ما دکتر. خب ببین، این آدم نمیخواسته هنرپیشه بشه، به خاطر فرار از مدرسه هنرپیشه شده و الان میگه خیلی خوشحالم. حالا خوشحالیشو در ادامه میگه چرا. زیاد داریم، خیلی مهندسی یا خیلی آدم تحصیل کرده زیاد داریم. الان شما همین الان گوشیتو بیار بیرون، مثلا من 3 تا دکتر بخوام 5 دقیقه به من شمارهشو میدی. یه دونه نصاب کاغذ دیواری اگه تونستی تو گوشیت شمارهشو بدی، بعد زنگ بزنی نصاب 4 روز دیگه بهت وقت میده. واقعا خیلی اصلا استعداد، گرایش و علاقه به فنون دارن. دقیقاً رفتم سر بدون شهر، خانم سعادت گفتش که امتحان تو خوب دادی، دیر رفته بودم چون تایمای امتحانو من رفتم تا بودم. خانم مریم سعادت به من گفتش امتحان تو خوب دادی، گفتم آره خدا رو شکر فکر کنم قبول شدم. گفت امتحان چی داشتی؟ گفتم نمیدونم شیمی بود یا فیزیک. ببین دو ساعت میخوام، گفت تو رفتی امتحان نمیدونی از امتحان شیمی دادی. بعد چه جوری فکر کنی خوبه؟ ببین اصلا هیچ مشکلی ندارم این آدم با تحصیلات و اینا مشکل داره، اصلا مشکلی قرار نیست. به اتفاق یه دید غلطی که ما داریم، همه باید برن تحصیلات آکادمیک داشته باشن. اصلا من با این دید بسیار غلط ایرانی ها مشکل دارم، اصلا مشکل ندارم این آدم دنبال تحصیل. مهم برای من اینه که این آدم علاقه ای نداشته که اصلا توی حوزه مطالعاتی کاری داشته باشه، دوستاش لودگی کنه، هنرپیشگی کنه، حالا هر چی می‌خوایم نامش بزنیم، علاقه نداره به مبحث مسائل مثلا پیچیده سیاسی یا مثلا مطالعاتی. پس چطور به خودش جرأت میده که بیاد ویدیو بسازه در مورد پادشاه این مملکت یا رهبر این مملکت، شخص اول این مملکت، و صحبت اقتصادی و پیام نوروزی شخص اول مملکت زیر سوال ببره به عنوان کسی که از حوزه مطالعاتی فراری است؟ و این فراری بودنش از حوزه مطالعاتی منو ناراحت نمی‌کنه. ببینید اصلا یک نگاه غلطی که ما ایرانی‌ها داریم، آقا همه باید بیان بشینن مثلا تحصیلات آکادمیک داشته باشن بخونن، این نگاه غلطیه. اما اگه کسی فراری هست از حوزه مطالعاتی، اندازه کوپنش باید در همون حوزه‌های خاص مطالعاتی نظر داشته باشه، نه اینکه به عنوان کسی که سلبریتی شده بیاد این نظر به این سطح بده در ویدیو بسازه. و این یه بخشش مقصر این آدمه، یه بخشش هم مقصر جو مملکته که این آدم به خودش اجازه میده چنین ویدیویی رو بده با اون پشتوانه نداشته مطالعاتیش، که خودش هم داره صادقانه میگه من رفتم امتحان دادم نمیدونم شیمی بود یا فیزیک بود. میشه دادی؟ یعنی منظورم اینه اون کتاب رو فقط حفظ کردی ولی نمره بگیری، ولی مثلا روزنامه رو میگرفتم میخوندم با علاقه میخوندم، یا کتابی رو که آدم دوست داره با علاقه میخونه، شاید خیلی هم از توش بیشتر یاد بگیره تا اونی که قراره که بخونه که بره امتحان بده. از کجا اینو حس کردی که اصلا واقعا چقدر من اینو واقعا دوست دارم این کارو؟ هم پول خوب میدادن یکی دیگه از بدیای سلبریتی ها همین داستانه، یعنی جوه. خب این بنده خدا که بچه بوده خواسته مدرسه فرار کنه، وقتی که میای پول درشتم بهش میدی جوگیر میشه دیگه. هم پول خوب میدادن، گوش کن، بره امتحان. از کجا اینو حس کردی که اصلا واقعا چقدر من اینو واقعا دوست دارم
این کارو. هم پول خوب میدادن، هم که مدرسه نمیرفتم. خب تا 15 سالگی که اینجوری بود واقعا برام. ممنون که صادقانه میگی. آره دیگه واقعا. خب. و تا 15 سالگی هم مدرسه نرفته، یعنی یه آدمی که تا 15 سالگی مدرسه نرفته آخر هم مدرکش سیکل توی داستان. برام توی این بحث چیز سربازی هم رفته معافیت گرفته و همونجا اصلا به خاطر که انقدر تنبل بوده که بره مثلا تو همون مدرسه مدرک سیکل و اینا رو بگیره، نوشته که آقا من بی سوادم. این چه خاطراتی که خودش تعریف میکنه، یعنی تا سوم راهنمایی درس خونده. من مشکلی ندارم با سوم راهنمایی درس خونده، مهم اینه که این آدم دنبال حوزه مطالعاتی نیست. و خیلی جالب بهتون بگم 94-5% سلبریتی‌های ایران اینها اصلا در حوزه آکادمیک تحصیلاتی ندارن، یعنی همین آدم در همین حوزه لودگی که داره جلو دوربین انجام میده حتی همینو به صورت آکادمیک پس نرفته بخونه. شانسی داشته یه جا رد میشده، پررو بوده، به خاطر پررو بودنش گفتم یعنی به یه سریش آدم ها اعتماد به نفس باید داشته باشن جلو دوربین بیان، یه سری از آدم ها باید پررویگری داشته باشن. این از اون مدل پرروها بوده، پررو بوده اومده جلو دوربین و خب کارش هم گرفته به هر دلیلی، ولی هر دلیلی که وجود داشته باعث بوده که این تا 15 سالگی تحصیل نکنه و هیچ کنون از این دلیل ها از کانتکس تحصیلات آکادمیک رسیدن به سینما نمیگذره. پس این سیستمه که غلطه که یه آدمی مثل این و هنرمنده دیگه اونم همینه 94-5% آمار بگیرید اینا تحصیلاتشون تا سوم راهنمایی چی بشه دیپلم گرفته باشه. بالای دیپلم نداریم. من چون یک دوره‌ای داشتم این هنرمندا رو بررسی می‌کردم و حالا هر کدومشون اگه حرفای زیادی بزنن خب مطمئناً با این برنامه‌ای که می‌سازیم میایم پتشون رو آب می‌ریزیم و اینها تحصیلاتشون در حوزه آکادمیک تا دیپلم نبوده. حالا اینو بهتون بگم یه پرانتز، نه اینکه اونهایی که آکادمیک حالا دارن تحصیل میکنن خیلی گلی به سر این جامعه زدن، نه اتفاقا اونا بیشتر خیانت کردن. الان صادق زیبا کلام که استاد دانشگاه انقدر احمقه، اتفاقا اونایی که تحصیلات آکادمیک دارن میرن تو دانشگاه مغزشون رو شستشو میدن و کلا یک مغز استعماری غرب زده نئولیبرال از دانشگاه میدن بیرون که اینا فقط هر چیزی که غربیا ریختن و تو همونم اتفاقا شکست خوردن و الانم یک اتفاق بحران جهانی به اسم کرونا که میاد، حالا عیار غربی ها مشخص میشه و شما میبینید عیار غربی ها به جایی است که ایتالیا که خودش تا یه عمری میگفتن سیستم پزشکی قوی داره به جایی رسیده که وقتی که میخواد کمک بگیره از کوبا کمک میگیره، از آمریکا و کانادا و سیستم پزشکی انگلیس و سوئد و اینا کمک نمیگیره ولی میره از کوبا میگیره. یعنی اتفاق کرونا نشون میده تمام تفسیرهای فارغ التحصیلان آکادمیک رشته های علوم سیاسی و غیره همه اینا اشتباه بوده، چون اینا میان تو دانشگاه مغزشون کاملا استعماری میشه. اینا من سلبریتی ها رو به خاطر نداشتن تحصیلات آکادمیک نمیزنم بگم شما حق نداری نظر سیاسی داشته باشی، من سلبریتی ها رو بهشون ببخشید میگم خفه بد بشن به خاطر اینکه فارغ از بحث تحصیلات آکادمیک داشتن یا نداشتن که اصلا از نظر من مهم نیست، شما علاقه نداشتید به حوزه مطالعاتی. ما آدمایی رو داریم که اولا که بهتون میگم بزرگترین ایران شناسان در ایران در طول تاریخمون هیچ کدوم تحصیلات آکادمیک در حوزه ایران شناسی نداشتن، همشون رو برید نگاه کنید، حتی داوود منشیزاده، حتی صادق هدایت در همون حوزه خودشون هیچ مطالعه آکادمیکی نداشتن. من مشکلم با این سیستم اینه که شما اصلا لای کتاب باز نمی، اصلا علاقه نداری به مطالعه. قربونت برم من اگه دارم اینجا مثل بلبل برنامه اجرا میکنم یک بخشش از اعتماد به نفس و فلان و غیره میاد، باور کنید 80-90% بابت مطالعات روزانه. اصلا مطالعه چیه؟ شما نمیتونی تازه من نمیتونم الان مطالعه کردم چند سال پیش بگم به پشتوانه اون مطالعه حالا هر روز بیام برنامه بسازم، مگه میشه؟ اونم در یک جهانی که ما هستیم که انقدر حوزه مطالعاتیش گسترده است که مگه میشه شما هر روز روزی 7-8 ساعت نخونی بعد بتونی بیای اجرا کنی؟ اصلا نمیشه، مگر نه میفتی به مزخرفگویی و تکرارگویی. بنابراین سیستم ما مشکل داره. سلبریتی رو یه بچه‌ای که داشت کنار خیامون رد میشده پول خوب بهش میدن و این بچه انگیزش در ابتدا برای هنرمند شدن و سلبریتی شدن فرار از مدرسه است و تا 15 سالگی مدرسه نرفته و این آدم فکر میکنین از حوزه مطالعاتی آیا دارای شعور اجتماعی سیاسی است که بتونه در حدی نظر بده و نقد کنه سخنان آقای خامنه‌ای رو؟ مسلما نه. بنابراین
حالا بعد این آدمو بکشیم؟ به نظر من نه، این حتی باید گوشش پیچونده بشه در این حوزه، ولی بایستی جامعه، اولا که من گفتم جنبش آنفالو اینجور افراد، این افراد رو تحت تاثیر قرار گرفتن حرکتی که جلوی دوربین فیلمی بازی کرده و این سلبریتی سالاری در جامعه، نگاهمون رو ما باید عوض کنیم. ما باعث شدیم که این سلبریتی ها انقدر وقیح بشن، نقشش مقصر ما مردم و حتی حکومته. بایستی هر کسی رو تو جایگاه خودش قرار داد، باید به سلبریتی ها آموزش داد که آقا اگه تو اومدی جلوی دوربین شناخته شدی، معروف شدی، جو نگیرتت فکر کنی حالا همه چیز دان هستی، تو حوزه‌های خودت نظر بده، بیشتر از کوپونت نظر نده. اینا رو ما باید آموزش بدیم و من امیر نوری و حاصل در حقیقت عدم اون فرهنگ درست در جامعهمون رو میبینم و ما حاصل در حقیقت میتونم بگم اون جنب سلبریتی سالاری وقتی که یه بچه شما اونقدر پول دادی، اینا همین میشه. آدمی که اصلا حوزه مطالعاتی فراری است، بعد حالا میاد در حوزه مطالعاتی در مورد تحریم و اقتصاد و جهش تولید و اینا میاد کلیپ میده، خب این دیگه ارزش نداره. یعنی مورد ارزش محتوایی نباید اینا رو قرار داره، باید اینا رو فقط روانکاوی کرد که مشکل اجتماعی ما چیه، که یه آدم واقعا از نظر فکری بی سواد و یه انسان بسیار از نظر پایه‌ای دون پایه میتونه یه کلیپ بده و اینقدر کلیپش در جامعه پخش بشه و دیده بشه. ما باید آسیب شناسی کنیم در مورد سلبریتی ها. و هر روز این بخش برنامه رو میبندم، دلم نمیاد اینو حسابی بشونمش بذارم کنار، چون دیدم که خیلی صادقانه داره میگه من اصلا چرا معروف شدم، برای فرار از مدرسه معروف شده این آدم که دیگه زدن نداره. بعدم شانس آور سلبریتی دست چندم، منم دلم نمیاد با اون لحن همیشگی خودم و با اون مدل پرداختن خودم این تفری رو بخوام دیگه حسابی ادبش کنم. قربونتون برم، زنده باشین. این بخش برنامه رو می‌بندم، همتون رو به اهورامزدای ایران می‌سپارم. آینده ایران بدرود.